دهنت که قرصه، ها؟ قرصه، فقط یه چیزی رو نمیفهمم. چی رو نمیفهمی؟ چرا ماما نباید بفهمه؟ برای اینکه نگران میشه، بی خودی نگران میشه. فکر میکنه اتفاق عجیب و غریبی برای گوشم افتاده، در حالی که چی؟ یه درد مختصره. اثبات دعوی خواهرم ادله میخواد. یعنی من چی کار کنم؟ خب یعنی که طرف مثلا باید به جرم خودش اقرار کنه. اقرار کنه؟ بله. نمیدونین چقدر دیوار هاشاش بلنده. سند و مدرک چی؟ داری؟ آدم از خاندایی سند و مدرک میگیره؟ خب شاهد چی؟ شاهد معتبر داریم؟ غیر معتبرشم ندارم. مگه رهگذرهای توی پارک، من طلا رو بردم توی پارک دادم به دایی. آخه آدم 2,000,000 طلا رو بی مدرک و بی شاهد و بی یه خط نوشته میده دست مردم؟ مردم چیه؟ میگم دادم دست داییم. آخه پیش کی امانت میذاشتم بهتر از خانداییم؟ ببینی اقرار که نمی کنه، سند و مدرکم که نداریم، شاهدم که میگین رهگذرهای پارک. مجبورم استناد کنم به ماده 1335 کتاب پنجم در قسم. یعنی چه؟ اگه استناد کنه به ماده 1335 کار میکنی؟ حاضری؟ به چی حاضرم؟ اینکه قسم بخوری. قسم بخورم؟ واسه چی نه؟ قسم نمیخورم. دست شما نیستش که خانده ای. این قانون اگه قاضی حکم کنه باید قسم بخوری. این چه قانونیه؟ مگه زوره؟ قسم نمیخورم. آخه چرا آخه؟ به قول یارو گفتنی میگه آن را که حساب پاک است. آقا سلیمان چی بود بقیه این شعر؟ آن که چی؟ آن را که حساب پاک است. از محاسبه چه باک است؟ خیلی یارو دیدم وقتی که پای قسم میاد وسط جا میزنن. نمیدونم چه سریه، طرف خیانت در امانت کرده محکم میزنه زیرش، اما وقتی ازش میخوان قسم بخوره چهار ستون بدنش شروع میکنه به لرزیدن. شما چرا دستتون داره میلرزه؟ دست چیه؟ بگو تمام تنم. رنگتون واسه چی پریده؟ شما سابقه دارین؟ میخوای گلیوان آب براتون بیارم؟ سیما دایی جان ننویس، بگو ننویسه. چی شده؟ هیچی دیده، خاندهتون حالش خوش نیست. پیش منه، تو گاب صندوق خونه است. بریم به پس بدم. خانده جان من ببخش دخترم، پاشو بریم. دست شما درد نکنه. قابلی هم نداره. این که نصفش زیاده. بقیهشم بدیم به همکارتون دیگه. سیما اومدم خانده جان. نه دیگه بگیر همکار. حیرتم سلیمان خان، من تا حالا به یه همچین کیسی بر نخورده بودم. از حق تا ناحق چار انگشته. قدیما میگفتن این چار انگشت فاصله گوش تا چشم، یعنی هرچی شنیدی باور نکن. اما من میگم این فاصله از زبون تا قلب. زبونت هم ناحق بگه، قلبت میدونه حق کجا نشسته. شیرین کاشتین آقایون، روزی امروز حلال حلاله. یعنی یه دونه قسم خوردن انقدر سخته؟ بگو ببینم پسر جان، حرفای دنیا چند تاست؟ هزار میلیون تا. نه عزیزم، همه حرفای دنیا 32 تاست. حرفای خوب، حرفای بد، حرفای خدایی، حرفای شیطانی. پس حواست باشه وقتی دهنتو باز میکنی حرف بزنی، نذار شیطان جات حرف بزنه. معذرت میخوام آقایان. بفرمایی. امیدوارم که مزاحم کسب و کارتان نشده باشم. مزاحم هستین اما بی نقطش. منظورشون اینه که مراهمی، جمع مرحمت. ممنون از لطف و محبتتون. امرتونو بفرمایین. امر که بنده کوچک عبدالم، یک پرسش داشتم. بابا چقدر با ادبه. من رأس ساعت 11 با همسرم در این مکان قرار داشتم. متاسفانه به دلیل تراکم ترافیک 7 دقیقه دیر رسیدم. حالا پرسشم اینه، آیا شما
خانومی رو ندیدید که اتفاقا اینجا منتظر کسی باشه؟ خانومی که پانچوی چارخانه به تن داره احتمالا. یه خانمی با پانچوی چارخونه؟ من که ندیدمش. نه منم ندیدم، ولی من دیدمش. چقدر خوب. حالا پسر عزیز و مهربانم، این خانومو کجا دیدی؟ دم داروخونه. رفته بودم واسه بابام قطره گوش بخرم. انشالله شفای عاجل. شفای عاجل همه مریضا قربان. بعد اون خانمی که لباس چارخونه پوشیده بود اومد یه قطره چش خرید. بله، خودشون هستن. یک کمی چشمشون مشکل داره. ببخشید، حالا تو چطور ناغافل لباس چارخونه خانم یادت مون؟ آخه داشت گریه میکرد. گریه میکرد؟ این ابر بهار. باز تو ریس شدی تو کار مردم؟ ببخشید پسر عزیز و مهربانم، اسمم همایونه. بابا این آقا چقدر با ادبه. همایون عزیز، بگو ببینم شما متوجه نشدی که اون خانم پانچو به تن قطره بخر بعد از خرید کجا رفت؟ اونو دیگه نمیدونم، ولی اگه من بودم میرفتم دستشویی. اونجا چرا؟ میرفتم صورتو هم بشورم دیگه. صورت تو بشوری؟ میدونین داروخانه است. خب خوبه که بعد از اینکه آدم از داروخانه میاد بیرون دست روشو بشوره. شما هم دیگه خاموش. تقصیر من چیه؟ سوال کرد جوابشو دادم. این چرا قهر کرد؟ این پسر ما دو تا ایراد گنده داره. وقتی قرار حرف بزنه ساکته، وقتی قرار سکوت کنه بلبل میشه. اینجوری پاک از چشم سعدی میفتی همایون جان. اون دیگه چرا؟ آخه اون میگه دو چیز تیره ی عقل است. تیره میدونی یعنی چی؟ نخوندیم، نمیدونم. یعنی سبکی. تیره ی عقل است یعنی نشونه ی سبک مغزیه. بهش بگو عمو سلیمان، بگو بدون این دو تا چیز چیه. اول دم فرو بستن به وقت گفتن، دوم گفتن به وقت خاموشی. معذرت، انگار یه خورده دیر کردم. البته دیر کرد خطای بزرگیه، ولی از اونجایی که من هم خودم 7 دقیقه دیر رسیدم از این بابت خطا کارم. شعری هست منصوب به ناصر خسرو که میفرماید چو هر دو تهی میبرایند از آب، چه ای باورد مرسبد را سبب. بله، سپاسگزارم از همکاریتون در تکمیل شعر. وای بابا چقدر با ادبه، چقدر با ادبه. به هر حال ممنون از نزول اجلالتون، گیرم با تأخیر. ببین انقدر شر رو ور تحویلم نده، بگو کدوم گوری باید بریم یه خاکی تو سرمون بریزیم. چه چپ نگاه میکنی؟ اسای ادب شد به شخص جنابالیش؟ این مقدمش بود، پس گوشاتونو بگیرین که اصلش در راهه. گوشامونو بگیریم؟ نه خیر خانم، من باب مثل فرمودن. مدارک تو آوردی یا باز گیج بازی در آوردی؟ نه خیر، اصل و کپی مدارک در کیف محفوظه. چه عجب، پس دیگه بهانه‌ای نداری، بریم. شما نمیخواین یک کمی بیشتر فکر کنین؟ با حوصله، سر صبر و مداقه. مداقه پداقه حرفشو نزن که اون روی سگم بالا میاد. میگم بهتر نیست که یک کمی صبر کنین تا آتش خشمتون فرو بنشینه و سپس؟ ببین میشه اینقدر لفظ قلم حرف نزنی؟ ممکنه یه جوش بیارم بزنم، یه زنم یه چیز رو بشکنم. متاسفم که اینجا چیزی برای شکستن موجود نیست. نه ظروف چینی، نه شیشه میستوالت و نه حتی یک گلدان سفالی. ببخشی من یه خودکار دارم، جوهرش تموم شده، اگه میخوای میتونی. ممنونم. آخه آروم گرفتم. بریم، وقت دادگامون میگذره ها. البته واضح و مبرهنه که ما برای همین اومدیم اینجا که به دادگاه برسیم، ولی دیگه. ببین اگه باز بخوای حرفای 101 قاز بزنی، من قاطی میکنم و فکر نمیکنم هم این پسر تو جیبش خودکار بی مصرف دیگه داشته باشه. تو خونه دارم ولی اینجا ندارم. دیدی؟ بفرمایی.
با من بودی؟ میبخشینا فضولیه. ما معمولا تو زندگی خصوصی کسی دخالت نمی کنیم، چون ما عریضه نویسیم و بلا تشبیه مثل مردشور. اما این بار حیفمون میاد که شاهد همچین منظره ای باشیم. بله، جدایی یک خانم محترم از یک آقای متشخص. نه تنها متشخص، بلکه آدابدان و اهل فضل، مجسمه تمام قد معرفت، نزاکت و ادب. چقدر با ادب، با ادب، اصلا خیلی با ادب. همینه دیگه، همینه که دارم آتیش میگیرم. شما جماعت عقلتون به چشتون که نه، به گوشتونه. چطور مگه؟ تا یه نفر براتون لفظ قلم حرف میزنه و چارت کلمه قلم به سالم به بارتون میکنه، دهنتون باز میمونه که وای چقدر با اتیکته. خب ببخشید، اتیکت یا به لفظ فارسی شیرین خودمون تشریفات چیز بدی نیست، یکی از نشانه های ادبه. ادب آداب داره. اینو معلم خطم پای تخته می نوشت، ما بعد از روش 20 بار می نوشتیم. باز حرف علکی زدی بچه. نمیدونین که چقدر دلم میخواست حق با شما آقایون بود. منم همینطور خانم. یعنی چی ماشاءالله؟ یعنی حق با ما نیست؟ نه متاسفانه. یعنی شما قبول نداری که این مرد محترم فردی است مؤدب و با نزاکت و مستحق جدایی نیست؟ به هر حال یک فلاشبک میتونه شما رو از شبهه در بیاره. منظورتون بازگشت به گذشته است ها؟ یعنی مثلا داره یادشو میاد. فکر خیلی خوبیه. آره، مثلا مثل جان فورد یا هاوارد هاکس بشه. البته من باید اذعان کنم که چندان با این پیشنهاد موافق نیستم. شما اجالتا یه دو دقیقه اذعان نکن. خانم شما لطف کنید فلاشبکتون رو بزنید. دارم میزنم ولی نمیدونم چرا تصویر نمیاد. تصویرشو نداریم. من اینجا یه فیلم هندیکم دارم واسه پسرم که تو خارج از کشور پانسیونه گرفتیم. به دردتون میخوره؟ بله خیلی ممنون. بفرمایین. خوبه؟ کیفیت اینجور فیلم زیاد خوب نیست، ولی به هر حال پخشش میکنیم. آماتوری پروفشنال نیست، برای پخش چندان مناسب به نظر. شما لطفا یه دو دقیقه دندون رو جگر بذار، همه چی روشن میشه. هرچند من غالباً با این موضوع موافق نیستم، ولی امر شما رو اطاعت میکنم. نهادم سر تسلیم زیر شمشیرت. چقدر با ادب، چقدر با ادب. فیلم آماده است؟ بله میتونیم فلاشبکتون رو شروع کنیم. خیلی ممنون. ده روز پیش بود از پسرم یه ایمیل رسید، توش نوشته بود دلم براتون خیلی تنگ شده، تصمیم گرفتیم براش یه فیلم پر کنیم بدیم به دوستش که داره میره آلمان. پسر عزیزم امید، امیدوارم حالت خوب باشه، چون من و مادرت به این امیده که زنده ایم، امید خوشبختی تنها فرزندمون امید. همراه این فیلم برات چند تا کتاب آموزنده میفرستیم، به این امید که بخونی و زبان مادری تو فراموش نکنی. تعطیلات ژانویه که پیش ما برگشتی، از تو درباره این کتاب ها پرسش های متعددی میپرسم، با هر پاسخ درست جایزه خوبی از ما، یعنی من و مادرت میگیری. هر روز صبح منتظر ایمیل های محبت آمیز تو پسر عزیزم هستیم. چقدر با ادبه، چقدر با ادبه. همایون جان صبر کن، بذار ببینیم بعدش چی میشه. فروغ، فروغ. بله. این آشغال گرازه خاموشه. چی میدونم اون دکمه آفشه، بزن ببین خاموشه یا نه. خودمونم میدونیم دکمه آف رو بزنیم خاموش میشه. میگم لابد این باتری بعد مصرفش ها تموم شده. چی گفت؟ بعد آموزی داشت جاش بوغ پخش کردن. بابا اون زهره باری رو میاریم بخوریم یا لابد کوف بکنیم یا نه؟
منظورت از زهرماری شامه دیگه؟ منظورم همون شفته یه که جای پولو میذاری جلومون تو خندق بلا برزی. تو دستتو بشوری بیای آشپزخونه، منم غذا رو میکشم. ما نه دستامونو میشوریم نه میام تو آشپزخونه، همینجا میتورگیم تا یه چیزی کوف کنیم بریم کف مرگمونو بذاریم. برمیون که ظرف خر بذارم اینه بابا. سب کن برات پیش دستی چنگال بیارم. لازم نکرده خوش داریم چی با دست بریم تو کارش. شیری نماش باید مصرف واقعا گه مطمئنی آنه دوربین خاموشه؟ دلم افتاده بود که دوربین خاموش نیست. مشکل همینه داداش من، هممون فقط جلوی دوربین میخوایم خوش سر و پوز باشیم و با نزاکت به در میگیم درب، ملافه رو مینویسیم ملحفه که مثلا خیلی با اتیکتیم، اما تو خلوت تو خونه پیش شریک زندگیمون چی بگم؟ دیگه کارمون از این حرفو گذشته. 11 ساله که بد دهنی تو خونه و نقاب زدن تو جلوی جمع تحمل کردم، اما دیگه نمیتونم. اگه بهم فرصت بدید. فرصت هست. چی؟ دوربینه استا کریم بالای سرته، همیشه روشن. برو ببینم چی کار میکنی. برو. باشه باشه. چشم برو. چشم. خدافظ 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 خدافظ. برو برو. خب آقا آقایون، هنوز فکر میکنی این آقا خیلی با ادبه؟ به لقمان گفتن ادب از که مفتی؟ گفتش فوزون بردن جهنم. ادبیاتو چرا خراب میکنی؟ بسر جون بابا جون.